صحبت های من این است که دولت‌های گذشته نباید تکرار بشه در اون دولت‌ها سفره مردم از سفره دولت جدا شد جوان گنایی کنار رفت ما نمیتوانیم وارد ادبیات سیاسی اداری کشور شد اعتماد به نفس کشته شد خودباوری و خلاقیت از بین رفت بنابراین باید یک دولت نو به وجود بیاد دولتی که کارآمد و قوی باشه پاسخگو و مسئولیت پذیر باشه دوباره مردم و دولت کنار هم قرار بگیرن و یک دولت جوان انقلابی انشالله ما درست خواهیم کرد و شعار ما میتوانیم رو دوباره به عرصه اداره و مدیریت کشور برمیگردانیم برنامه های من شامل این هاست یارانه 450 هزار تومنی رو برای 40 میلیون نفر تضمین میکنم شغل خانداری که تربیت فرزند و بهداشت و سلامت خانگی هست رو برقرار می کنم. علاوه بر ساخت یک میلیون مسکنی که در مصوبه مجلس هست یک میلیون مسکن به،, به, صورت نوسازی که احیای بافتهای فرسوده است رو در دستور کار قرار می دهیم. ایجاد صندوق جبران ضرر مالباختگان بورس رو در پیش می گیرم. علاوه بر اینها از اصل 127 استفاده می کنم ایالت های اقتصادی رو طبق قانون اساسی درست خواهم کرد موضوع کشاورزی و کشاورزان مظلوم ما که امروز حتی در قیمت تضمینی گندم و دانه های دامی با مشکل مواجه هستند من پنج درصد بالاتر از قیمت های وارداتی محصولات کشاورزی رو تضمینی رو می بیمه کشاورزان رو حل میکنم دست دلالان و واسطگران رو در این زمینه قطع خواهم کرد و کشورم ایران رو به و غذای منطقه 500 میلیونی تبدیل میکنم فضای مجازی رو با مدیریت در دسترس همد... همگان قرار میدم و اینو عرض میکنم که من خودم رو سرباز وطن میدانم یک بار دیگه آبروم و کف دست گذاشتم و آوردم که با جانفشانی و ایثار و فداکاری دهه اول انقلاب جوانهای کشور رو به صحنه بیاورم با کمک کارشناسان و پژوهشگران پجوش... کشور نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری و نظارت رو در جامعهمون و در دولتمون انشاءالله تقویت بکنم و در این عرصه بزرگی که به وجود اومده من حقیقت شرمنده اعتماد شما مردم هستم من شرمنده صبر و تحمل شما هستم من شرمنده زبال گردها نان قرضی ها و کوله برها هستم هیچگاه فکر نمی کردم که وقتی خورم آزاد میشه و آوارگان به خورم شهر برمیگردن من باقی بمانم و وضع اسفبار جامعه رو در پشت سر اقتدار ایران که تا ساحل مدیترانه برادران من به عنوان مشاور و سلساز و امنیت هستند در پشت سر اونها مردمی رو صبور ببینم که با انواع ناملایمات دارن ما دولت مردانی رو که امروز آنها را بازیچه میخوایم قرار بدیم تحمل میکنند حقیقتا من به جای همه دولت مردان کشور از محضر شما اصخایی میکنم و امیدوارم که خدای متعال توفیق به من بده که این گذشته ها را جبران بکنم خیلی متشکرم از جناب